من دکتر سارا ناصرزاده هستم، مشاور زوجها و روان درمانگر جنسی. سوالات زیادی از دوستان دریافت کرده بودم توی فیسبوک، صفحه فیسبوکی که دارم، که پرسیده بودن در مورد سوال مختلف، در مورد خودارضایی چجوری انجام میشه، چجوری نباید انجام بشه، آیا ضرر داره نداره تو موقعیت های مختلف. فکر کردم که این ویدیو رو ضبط میکنم، تا جای ممکن سعی میکنم کامل باشه که امیدوارم همه پاسخاتون رو بگیرین از طریق این ویدیو، به خاطر اینکه این سوال یکی از سوالایی که خیلی به کرات پرسیده میشه و متاسفانه پاسخهای غیر علمی هم توی بازار و کتابها و اینترنت و اینا زیاد هست. فکر کردم که شاید به عنوان متخصص بتونم یه مقداری کمک بکنم که بتونین تصمیم بگیرین که در مورد پاسخ درست سوالاتون. ببینید، وقتی که میپرسین خودارضایی ضرر داره یا نداره، همیشه اینطوری فکر کنین. یه چیزی که به صورت غریزی انسان به سمتش کشیده میشه، مثل خوردن، مثل خوابیدن، مثل رابطه جنسی، اینا یه سری چیزایی که غریزیه برای انسان، برای انسان طبیعی. اینجوری راجبش فکر بکنین که مغز انسان بر اساس پاداش و جزا کار میکنه. یعنی اگر که مثلا شما یه غذای خوب بخورین، دوباره بار بعدی که غذا رو میبینین، یکیش اینه که به صورت خودآگاه دلتون میخواد که اون غذا رو بخورین، یکی دیگه اگه دقت بکنین بزاق دهانتون ترشح میشه که اون دیگه دست شما نیست. یعنی مغزه که وقتی که اون غذا رو دیده به صورت ناخودآگاه باش ارتباط برقرار کرده، یادش اومده دفعه قبلی که من این غذا رو خوردم خوشمزه بوده، به من یه پاداش داده، به من لذت داده، بنابراین من این بزاق رو ترشح میکنم که این فرد بتونه از این غذا لذت ببره. در مورد مسئله جنسی هم دقیقا همینطوره. شما اگر که خودارضایی بکنین و بهتون لذت جنسی میده قاعدتاً، وقتی که این لذت جنسی رو مغز دریافت میکنه، دوباره وقتی که شما میخواین این کار رو انجام بدین، تمام کارهای لازم رو براتون انجام میده. مثلا از جمله ایجاد نوز در آقایون، ترشح مواد لغزنده کننده برای خانوم هاست، آمادگی فیزیکی بدنه، تمام اینا رو انجام میده که به اون مرحله برسی که اون لذت نهایی رو دریافت بکنه. در مورد خودارضایی اگه باز با غذا خوردن مقایسش بکنیم، تا زمانی که شما دارین این کار رو انجام میدین که مثلا هفته دو بار دارین این کار رو انجام میدین، یا برای آقایونی که جوانترن ممکنه حتی نیاز بدنشون باشه هر روز یه بار، از یه فرد به فرد دیگه متفاوته. بعضی هم هستن ماهی یه بار، دو ماهی یه بار، هر چقدری که برای اون فرد معنی میده. شما فکر کنین که مثلا شما اگه کیک دوست داشته باشین، ممکنه هفته هر روز بخواید بخورین، یا اینه که بخواید ماهی یه بار بخورین. ولی در نظر داشته باشین کیک زیاد خوردن ممکنه مرض قند بگیرین، فشار خون بگیرین، یعنی تمام اینا رو هم در نظر بگیرین. بنابراین نتیجه که میخوام از این حرف بگیرم اینه، وقتی که ما به عنوان محققین یا کسایی که کار علمی انجام میدن میگیم که خودارضایی ضرر نداره، منظورمون این نیستش که خودارضایی انجام بدین هر جا هر جوری که شد و هر مقداری که شد، به خاطر اینکه دقیقا همون قضیه شیرینی خوردن رو یادتون بیاد، هر چیزی که از تعادلش خارج بشه معمولا میتونه اون بالانس و تعادل بدن رو هم از نظر جسمی هم از نظر روحی به هم بزنه. خب پس این یه چیز کلی، هم برای خانم ها هم برای آقایون. حالا میرسیم به قضیه جسمی. قضیه این از نظر به قول معروف روحی بود بیشتر. از نظر جسمی بستگی داره شما چجوری خودارضایی میکنید. مثلا بعضیا هستن که احساس میکنن نیاز دارن به تحریکات شدیدتر، بعضیا هستن حتی مثلا من خودم موقعی که دوره آموزشیمو میدیدم در بیمارستان، میدیدم خانمایی رو میارن یا آقایونی رو میارن که اجسام خارجی رو وارد بدنشون کردن که ممکن نبود که خودشون خارج بکنن، بعد اومده بودن باید با وسایل پزشکی اینا خارج میشد. ببینین اینا یه طیفه، از یکی که فرد با دست خودش شروع میکنه، خیلی آروم خودشو نوازش میکنه یا به اون حالت اوج لذت جنسی میرسونه، تا اینی که به وسایل دیگه متوسل میشه. اون اگه باعث بشه مثلا کبودی اتفاق بیفته، هر گونه پارگی اتفاق بیفته، عفونت های بعدی که بر اثر اون اتفاق میفته، بنابراین یک نفر میتونه از اون طرف بگه خودارضایی خیلی ضرر داره، یه نفر دیگه میتونه بگه نه ضرر نداره. بنابراین به نوعی که این کارو انجام میدین بستگی داره. از دیده دیگه وقتی که فرد میخواد خودارضایی کنه، به خصوص آقایون، معمولا به یه محرکات بصری احتیاج دارن. برای این محرکات بصری ممکنه برن تو خیابون به افراد نگاه بکنن، ممکنه اینترنت رو سرچ بکنن، فیلمای پورنو یا تحریک کننده نگاه بکنن، یا هر مدل دیگه خودشون اینطوری به یه محرک خارجی احتیاج داشته باشن.
این اگر از حد خودش، دوباره میگم، از حد خودش خارج بشه، باعث میشه که یه سری وسواس‌های فکری دیگر رو ایجاد بکنه که بعد اون خودش بحث دیگه است. که اصلا یه ویدیو دیگه راجع به اعتیاد جنسی یا وسواس‌های جنسی من ضبط میکنم، در اختیارتون میذارم. ولی از نظر روحی این خیلی مهمه که بازم چگونگیه این که خودتون رو چجوری تحریک میکنی. از نظر مذهبی یا از نظر عرف و فرهنگی یا از نظر اعتقادات شخصی، بعضی هستن که احساس میکنن، به خصوص کسانی که توی رابطه هستن، احساس میکنن که یه احساس گناه یا شرم یا عذابی دارن، برای اینکه نمیدونن این کاری که دارن میکنن از یه طرف گناه نیست یا مثلا کار درستی هست انجام بدن یا نه. این شرم به مرور زمان باعث میشه که خیلی از افرادی که من الان میبینم در دفتر کاری خودم که با مشکلات انزال زودرس مراجعه میکنن، اینا کسایی هستن که زمانی که دوران نوجوانیشون بوده داشتن قوای جنسیشون رو کشف میکردن و ازش لذت میبردن، شروع میکنن به خود ارضایی کردن. از ترس اینی که پدر یا مادر وارد اتاق نشه یا کسی نبینتشون، این کار رو خیلی فوری انجام میدن. یا اینی که برای اینکه اون حالت فضای خصوصی رو داشته باشن، به یه جای محدودی تو خونه، مثلا دستشویی یا حموم، اینجور جاها عادت میکنن، یا به یه حالت خاصی عادت میکنن، مثلا خوابیده به پشت یا جلو یا بغل، به یه همچه حالتی عادت میکنن. بعدش که توی رابطه با یه انسان واقعی، با یه شریک جنسی واقعی قرار میگیرن، این قضیه براشون خیلی سخته که تحریک بشن. اینم باز در نظر داشته باشین که اگر که خود ارضایی میکنین، سعی بکنین به یه حالت همیشه به یه حالت نباشین، خودتونو در موقعیت های مختلفی قرار بدین. حالا خیلی از دوستان دیگه بودن که سوال میکردن خود ارضایی در قالب رابطه زوجها چه معنی داره. ببینین، رابطه جنسی اگر راجبش فکر بکنین، خیلی از موارد دیگر رو شما با اشخاص دیگه تجربه میکنین. مثلا میتونین دوستتون رو که حالا پسره یا دختره، بستگی داره کجا زندگی میکنین، چقدر خودتون رو دوست دارین، آزاد بذارین یا محدود بکنین، میتونین دوستتون رو بغل کنین، میتونین حتی دوستتون رو از گونه ببوسین، میتونین پشت هم دیگه بزنین، دست در دست هم راه برین. اینا خیلی چیز خاصی نیست، با همه داره. رابطه جنسی معمولا یه رابطه‌ای که شما با یه فرد خاص تجربه می‌کنین. یعنی وقتی که با همسرتون، با اون شریک جنسیتون که می‌خواید رابطه داشته باشین، مخصوصا من میگم همسر، برای اینکه در روابط دراز مدت که به هم تعهد جسمی و روحی دارن، این میتونه زن مشکل ساز باشه. به طور خاص اگر که اون آقا یا خانوم خود ارضایی رو جایگزین رابطه جنسی بکنه با همسرش، خب دیگه این دیگه توضیح دادن نداره، خیلی دردناکه برای اون فرد. مثلا بیاد ببینه که همسرش به خود ارضایی خیلی راحته، حالا اون نمیدونه که اصلا داره با چه چیزی دیگه فکر میکنه، چه چیزی میتونه تحریکش بکنه، ولی از اون طرف دیگه وقتی به رابطه خودشون میرسه، حالا یا سرش درد میکنه یا نمیتونه، یا خسته است یا زودتر میخوابه یا هر مسئله دیگه. این بنابراین میتونه خیلی تاثیر بذاره. یه مسئله دیگه هم که ایجاد میشه، خود ارضایی خیلی راحت تر از برقراری ارتباط جنسیه، برای اینکه دست خودتونه، فکر خودتونه و آلت تناسلی خودتونه، هم خانم هم آقا. یعنی دقیقا میدونین کجا رو لمس کنین، چقدر لمس کنین، محکم باشه، آروم باشه، چطوری باشه. بنابراین خودتون میتونین تنظیم کنین چی به چه، خیلی راحته. بنابراین این یه جای مفری هم میشه برای بعضی از افراد که خب خود ارضایی خیلی راحته، دو دقیقه تموم میشه و بعد از اون طرف من مجبور نیستم 3 ساعت به یه فرد دیگه فکر بکنم. اینم باز یه چیزی که بهش فکر بکنیم. قضیه دیگه، کسایی که تحریکات بصری استفاده میکنن، خیلی وقتا پیش میاد که یه ارتباطی رو با اون حالت تحریک بصری ایجاد میکنن، به خاطر همین از تحریک لمسی دیگه از طریق شریک جنسیشون لذت خاصی نمیبرن. اینم باز دقت بکنین که اگر برای یه مدت طولانی به این قضیه عادت بکنین، دوباره برگشتنی به این که با یه فرد واقعی بخواین ارتباط برقرار بکنین خیلی راحت نیست. امیدوارم که تا یه حدی پاسخ سوالاتتون رو گرفته باشین. برابر این اگه بخوایم جمع بندی بکنیم، خود ارضایی از نظر جسمی، روحی، عاطفی از هیچ نظر ضرر نداره، مگر اینکه از تعادلش خارج بشه یا اینی که خودتون یا شریک جنسیتون از این بابت ناراضی باشه، یعنی حالت خودخواهانه باشه که اون فرد تو شرکت نداشته باشه. و امیدوارم که پاسخ سوالاتتون رو گرفته باشین.